بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر راخفر، خیلی محبت کردید و خوش اومدید به دیدار نیوز. من قاعدتا از شما تقاضا دارم که این جلسه فردی جلسه مقدماتی تلقی بکنید برای گفتگوهای مفصل و جدیتر بعدی، اما در جلسه اول برای روشن شدن ذهنیت خوانندگان ما و بینندگان ما از مواضع و دیدگاه های شما و بسیاری از دوستان همفکر شما، میخوام یک موضوعی رو مطرح بکنم که به نوعی به ترسیم خطوط بین مجموعی از مدیران و اقتصاددانان کشور ما ربط پیدا میکنم. شما به چه نهله فکری اقتصادی در کشور ما تعلق دارید؟ این نهله مختصاتش چیه؟ و مرز خودش رو با بقیه اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور ما چگونه توصیف میکنه؟ این رو قاعدتا هم در مقام توصیف وضعیت موجود انتظار دارم بیان بکنید و هم در مقام تجویزهایی که دارید و تفاوت این تجویزها از سوی شما و دیگران. باز هم قاعدتا با تجربه جلسه اول بودن و محدودیت زمان که داریم، کلیات رو منتظر هستم بیان بفرمایید، جزئیات رو انشاءالله تو جلسات دیگه به تفصیل با هم صحبت خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تصور من این است، ابتدا خوب است به این پرسش جناب عالی پاسخ بدم و اون این که من به مسائل اقتصاد و راهکارهای اقتصادی به عنوان یه ایدئولوژی نگاه نمی کنم. فکر می کنم که اگرچه همه این مکاتب متأثر از ایدئولوژی‌های خاصی هستن، اما ابزارهای متفاوتی رو هم برای راه حل‌ها ارائه می کنن. من تلاشم این است که از همه ابزارهای عملی متناسب با شرایط در حال تحول جامعه استفاده کنم. بنابراین خودم رو واقعا توی هیچ کدوم از این مکاتب اقتصادی محصور نکردم و یه نگاه عملگرا و پراگماتیستی به مسئله اقتصاد دارم و از این جهت هر کدوم از این اقتصاددانا راه‌حل‌های یا مکاتب اقتصادی راه‌حل‌هایی رو ارائه کنند که برای کشور ما متناسب باشه و تناسب داشته باشه و ما بتوانیم از اونها استفاده کنیم. من ترجیح میدم که این گونه باشه تا اینکه خودم رو در یک مکتب اقتصادی خاصی محصور کنم، و چون بعداً پیامدهای مختلفی رو به دنبال خواهد داشت و ما این رو در جامعه خودمون می‌بینیم، چه از جریانات به اصطلاح چپ چه جریانات راست، وقتی که توی یک قالب ایدئولوژیک قرار می‌گیرن اون وابستگی و تعلق‌های ایدئولوژیکیشون هم باعث میشه که یک نوع تعصب خاص پیدا می‌کنن نسبت به بعضی از ابزارها که ممکنه در خیلی از مواقع کاربرد و تناسبی با مشکلات کشور ما نداشته باشه. و همین دلیل منتها اگر که بخواهم یک تصویری ارائه کنم، اونچه که در واقع ما به دنبالش هستیم اقتصادی هست که عموم مردم درش بتوانند حضور فعال داشته باشن، بتوانند یک زندگی انسانی داشته باشن. ما از این رو هم به لحاظ اعتقادات دینی این رو میتوانیم شناسایی کنیم، اینجور روی کرده رو، و هم از اسناد به اصطلاح قانون بالادستی جامعه در سیاست گذاری مثل قانون اساسی می توانیم استنتاج کنیم. و اون این که هدف اصلی جامعه و اون چی که ما می توانیم از قانون اساسی
روح قانون اساسی استنتاج کنیم، مسئله حفظ کرامت انسانه. کرامت انسان، حفظ کرامت انسان، این اصلی ترین پیام عرض کنم که قانون اساسی است و روح انقلاب هم قرار بوده است که چنین شرایطی رو برای جامعه فراهم کنه و به اصطلاح پایه‌گذاران انقلاب اسلامی اونها هم اونچی که انتظار داشتند رو در همین یک کلمه یا یک عبارت، یعنی کرامت انسانی، عملا می شود بگیم که خلاصه کرده. بنابراین اگر که ما کرامت انسان رو هدف نظام سیاسی و به تبعش نظام اقتصادی تلقی کنیم، اون وقت باید ببینیم چه ابزارهایی لازم هست تا این تحقق پیدا کنه. در خود قانون اساسی ما هم برای این تأکید شده که دولت یعنی حکومت موظف است ابزارهایی رو برای این منظور فراهم کنه. مهمترین اونها ایجاد شغل، یعنی انسان‌ها هویتشون و کرامتشون رو از شغلشون میگیرن. منتها این شغل میتواند چه شغلی باید باشه که این ویژگی رو در واقع ارائه کنه. به نظرم میرسد که یکی از این ویژگی ها قطعا مسئله اونچه که امروزه ازش به عنوان شغل شایسته اسم برده میشه. و شغل شایسته شغلی است که افراد دو تا ویژگی داره. یکی این که افراد از داشتن اون شغل احساس غرور بکنن و به داشتن این شغل مباهی باشن، و این امکان پذیر نیست مگر اینکه فرهنگ جامعه یه فرهنگ متناسب با همین ظرفیت ها باشه، یعنی یک نگاه انسانی نسبت به همه آحاد جامعه در بین اقشار جامعه وجود داشته باشه. بنابراین اینجا نقش فرهنگ نقش خیلی تعیین کننده است. این شغل ممکنه یک رفتگر ساده خیابون باشه، ولی این رفتگر باعث به داشتن این شغلش مباهی باشه. چگونه میتوانه باشه؟ وقتی که فرهنگ جامعه نشان بدهد اگر این رفتگر نباشه کاری از دست جراح و پزشک بر نمیاد. اون وقت این پس یک ویژگی این شغل شایسته است. ویژگی دومش این است که دستمزد شایسته باید دریافت کنه، یعنی این فرد باید بتونه با داشتن یک شغل یه زندگی شرافتمندانه برای خودش و خانوادهش بتواند تأمین کنه. در بعضی از این کشورهای صنعتی یکی از شاخصهای فقر این بوده است. این شاخص جالبه که بدانید مثلا مال 150-60 سال پیشه، و اینکه یک خانواری فقیره وقتی که سرپرست خانوار نتواند با یک شیفت کار زندگی خود و خانوادهش رو، حداقل های زندگی خود و خانوادهش رو تأمین کنه. اگر که ما این رو بپذیریم اون وقت معنای دستمزد شایسته هم معنا پیدا میکنه. از این رو این شغل شایسته به این ترتیب از دو تا ویژگی داره. یکی اینکه افراد به داشتن با داشتن اون شغل احساس کنن که در جامعهشون مشارکت معنادار و مؤثری دارن، و لذاست این احساس رو از کل جامعه‌ای که درش زندگی میکنن دریافت کنن به طور متقابل. جمال راهفرما این سوالی همینجا تر کنم. به گمان شما اقتصاددان هایی که از نظر تفکری با شما الان فاصله دارن و شما اونها رو نقد میکنید، اگه در جایگاه شما بشینن در مورد این بخش هایی از صحبت که از سالی مطرح کردید حرف های دیگری به نظر شما خواهند زد، یا اینها جز آرمان های مشترکی است که غالب آدم ها از جمله مردم ایران دارن و در جستجوی اون هستن،
بیشتر دنبال مرزهای شما با دیگران میگردم. عرض کنم که در یعنی یکی از ممیزه های مکاتب مختلف تعریف اونها از انسانه و اینکه انسان رو چگونه تعریف میکنن. خود همین به اصطلاح نگاهی که به انسان دارن تفاوت های خیلی فاحشی تو سیاست ها در واقع اعمال میکنه و دنبال میکنه. من حالا یه توضیح مختصری خدمتون میدم. مثلا قبل از اینکه اجازه بدید اون بحثم تمام بشه بعد برمیگردم به این نکته که اشاره کردین و بنابراین ببینید نکته اساسی هدف اصلی هر جامعه یا به تعبیر جامعه‌والی مثلا یک آرمان‌های اصلی توی جامعه بحث حفظ کرامت انسانه و این از طریق ایجاد شغل فراهم میشه. این شغل مسئولیت تأمین و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای همه در مسئولیت حکومت و دولت ها قرار میگیره. اینا مسائلی است که خیلی روشن در قانون اساسی ما تصریح شده. بنابراین فراهم آوردن شغل مسئولیت دولته و ابزارهای شغل مسئولیت دولته. خب این اگر ما به مسئله اینگونه نگاه کنیم، در پس این نگاه این تفکر وجود داره که انسان‌ها چون توی ساختارهای مختلف اقتصادی اجتماعی به دنیا میان که خودشون انتخاب نکردن، بنابراین چون خودشون شخصا انتخاب نکردن، آدمی که تو خانواده فقیر به دنیا میاد ساختارهای اقتصادی اجتماعی در بسیاری از جوامع او رو محکوم میکند به اینکه فقیر بماند. بنابراین تحصیلات مناسب نداره، تغذیه کافی نداره، دسترسی به خدمات سلامت مناسب نداره، بنابراین رشد مناسبی نخواهد داشت و وقتی که وارد بازار کار میشه از فرصت‌های نابرابر برخوردار بوده و بنابراین نمیتواند شغل مناسب بگیره، دستمزد مناسب نخواهد داشت، بنابراین فرزندان او هم باز دچار همین فرایند خواهند بود و ما شاهد یعنی نسلی شدن فقر و انسداد ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میشیم توی جامعه. این البته تقریبا تو همه جوامع وجود داره در شرایط کنونی. شکستن این به اصطلاح قیودی که انسان‌ها رو توی یک وضعیت خاصی حفظ میکنه مسئولیتش با دولت هاست و حکومت هاست و اینو نمیشود سپرد به سازوکارهای به اصطلاح دل بخواهی و اختیاری مثل بازار. یه نگاه در این نگاه اصولا ساختارها مسئولیت خیلی مهم میدارن، نقش خیلی مهم میدارن در شکل بخشی به زندگی انسان ها. یه نگاه دیگه در مقابل این وجود داره و میگه که انسان ها اگر میخوان خودشون مسئولن، اگر فقیرن خودشون مسئولن و بنابراین این در واقع یه نوع تفاوت در نگاه اجتماعی و سیاست های اجتماعی در امریکاست که حالا سمبولش یک اقتصاد کاملا بازه و اروپایی هاست، یک اقتصادی است که در اون نقش ساختارها رو نقش خیلی مهمی میدانن. توی نگاه سیاست های اجتماعی امریکایی عمدتا نقش اصلی رو به فرد میدن و معتقد هستن که اگر این فردی که خودش انتخاب کرده که فقیر بمانه ولی میتواند مثلا با تلاش با کوشش خودش رو از فقر خارج کنه. من فکر میکنم که ما یک نگاه جمعی باید داشته باشیم، یعنی هم ساختارها نقش خیلی تعیین کننده ای دارن و هم خود اراده فرد نقش مهمی میتونه ایفا بکنه در اینکه بتواند یه زندگی مناسبی فراهم کنه. از این رو این تفاوت در یکی از مرزها این است که ما چگونه انسان رو تعریف میکنیم. مثلا آدمی مثل داروین معتقد استش که
یکی از رویکردهایی که او به فقر و رفع فقر مطرح میکنه این است که میگه ما باید بذاریم وقتی جامعه به اصطلاح ما بحث تناظر بقا، بله این بحث یه نوع نگاه به اصطلاح این بحث رو مطرح میشه توی به اصطلاح رشد جمعیت و رشد اقتصادی و اینکه رشد جمعیت میتواند غلبه کنه بر رشد اقتصادی و این سبب بشود که فقر ایجاد بشه، جمعیت زیادی حاصل میشن نمیتونن. نظریه مالتوس منظورت؟ یکی بحث مالتوسه، یکی هم خود بحث نو نگاه داروینیزمه. تو بحث مالتوس ما این تفاوت بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت رو مطرح میکنه و بعد معتقد استش که فقر حاصل میشه و بعد این فقری که حاصل میشه میگه که به طور طبیعی اصلی ترین ابزارش خود فقره و اون اینکه انسانهایی که زاد و ولد بی خود کردن اینا در اثر گرسنگی خواهند مرد. بنابراین راه حل طبیعی فقر این است که بگذاریم بدون اینکه هیچ مداخله‌ای صورت بگیره بگذاریم مثلا نظام طبیعی خودش رو در واقع تنظیم کنه و تعدیل کنه و اون کسی که نگاه تنازل بقا و انتخاب اصله، بله، و اون که اصله بماند. بنابراین ما این در واقع این نگاه سوشیال داروینیزم یا داروینیزم اجتماعی که وجود داره در خیلی هنوز هم کار میکنه به شدت و خیلی ها معتقد هستن که چرا باید دی کار بکنن مالیات بدن و یه دی دیگه کار نکنن و از این مالیات ها بهره بگیرن. این همواره در به اصطلاح حوزه های سیاست های اجتماعی وجود داشته. حتی توی فلاسفه حوزه های فلسفه اجتماعی مثلا ما شاهد افرادی مثل نازیک هستیم که این اصولا معتقد استش که مالیات یه دزدیه و این از دولت فقط با زور این مالیات رو از مردم میگیره، هیچ کس حاضر نیست مالیات بپردازه و بنابراین مالیات گرفتن یک نوع تعرض به حقوق فردیه چون فرد میره کار میکنه و یک درآمدی رو به دست میاره و دولت یه بخشی از اون رو میگیره. اما واقعیت چی هستش که بدون داشتن مالیات اصولا جامعه نمیتونه شکل بگیره و بنابراین ما شاهد یه طیف خیلی گسترده‌ای حتی در لیبرالیسم هستیم که از یه تفکری مثل تفکر نازیک که در منتهای راستش قرار میگیره تا یک تفکر در همون طیف لیبرالیسم که آدمی مثل جان رالز رو داریم که اون معتقد هستش که ما جامعه مسئولیت داره در این که حداقل‌هایی رو برای همه عموم جامعه فراهم کنه و مادامی که نابرابری به هیچ وجه پذیرفته شده نیست، این یک عبارت از یک فیلسوف فردگرای لیبراله، میگه که نابرابری در این جامعه پذیرفته شده نیست مگر اینکه این نابرابری به نفع گروه‌های پایین جامعه باشه و این معنا که بعد او خودش مثال میزنه میگه چون نابرابری‌های ساختاری در جامعه وجود داره، مثالی در این رابطه میزنه میگه اگه که به فرزند یک مدیر با فرزند یک کارگر اینا جفتشون برای یک شغلی درخواست کنن به کدوم میدن و بعد پاسخ میده به اون مدیره میدن چون که این مدیره رابطه داره میتونه ارتباط داشته باشه با دیگران و با توصیه فرصت هایی رو براش به فرزند خودش بده وجود بیاره ولو اینکه این دوتا با هم کاملا شبیه به هم باشن به فرصت های ظرفیت هاشون. او این رو ازش به عنوان نابرابری های ساختاری اسم میبره و بعد میگه که تو همه جوامع اینا وجود دارن، ما اگر همه منافذ رو هم ببندیم این دسته از ارتباطات رو یعنی ارتباط بین افراد رو نمیتونیم از بین ببریم، بنابراین فرصت‌هایی رو برای کسانی که تو موقعیت‌های بهتری قرار دارن به وجود میاره. اینا نکاتی است که یعنی طیف وسیع از اختلاف نظرها رو
در سیاست گذاری و حوزه سیاسی شکل داده. اونچه که ما به دنبالش هستیم، یعنی حداقل یه نهله ای از اقتصاد خونده ها در کشور ما، این است که ما باید یک جامعه برای ساماندهی به یک جامعه بسامان، نابرابری ها باید تا جایی که می شود کاهش پیدا بکنه. این نابرابری ها خودش منشأ فرسایش سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد به هم هست. الگوهای مشابه گروهی میگن که اینا که شعار میدیم، آیا واقعا اینا تحقق پیدا کرده؟ اینا تحقق پیدا کرده. ما الگوهای کشوری اسکاندیناوی رو میبینیم که در این کشورها نابرابری بین بالاترین درآمدها و پایینترین درآمدها 6-7 برابر بیشتر نیست، در حالی که تو الگوهای سرمایه‌داری مثلا امریکایی ما شاهد این هستیم که این رقم ممکنه به 400-500 برابر افزایش پیدا بکنه. بنابراین این جامعه نمیتونه یک جامعه پایدار باشه و علتش این هستش که سرمایه اجتماعی و اعتماد در بین عموم مردم مستهلک میشه. مردم نابسامانی‌های خودشون رو متوجه کسانی میکنن که در موقعیت تصمیم‌گیری‌های اساسی نشستن. از این رو یه اختلاف جدی بین نوع نگاه به حل مسائل وجود داره. یه گروهی معتقد هستن در اقتصاد خود ما که ما برای حل مسائل حتی گروه‌های فقیر در جامعه بایستی که اجازه بدهیم که کارفرمایان یا در واقع صاحبان سرمایه اینها بتوانند که سرمایه گذاری کنند، هر آن چقدر هم که میتوانند سود کسب کنند، چون اینا با سرمایه گذاریشون میتوانند شغل ایجاد کنند توی جامعه و این شغل میتواند فرصتهای برابری رو برای همه فراهم کنه. اما واقعیتش این هستش که این اتفاقا یک نگاه خیلی انتزاعی با و بی‌تناسب با واقعیت هاست. این نه تنها در مورد کشور ما اتفاق نیفتاده، بلکه امروزه به دلیل همین پدیده جهانی شدن سرمایه ما ببینیم سرمایه دارها هم نسبت به در واقع تعلقات میهنی و تعلقات نسبت به مردم خودشون هم بسیار بی‌تفاوت شدن. امروز سرمایه‌دار امریکایی دولت امریکا رو تهدید میکنه به این که اگر این قوانین رو اتخاذ کنی سرمایه‌ام رو خارج میکنم میبرم به کشورهای دیگر مثل چین و اروپا و جاهای دیگه، و به همین دلیل دولت‌ها به تسخیر صاحبان سرمایه در آمدن و این یکی از پدیده‌های خیلی نامیمونی است که ما تو دهه‌های اخیر در کل دنیا شاهد هستیم و متاسفانه این همین پدیده رو ما در جامعه خودمون شاهدیم. نوع نگاه تفاوت اصلی در نگاه مکاتب مختلف اقتصادی این است که چه سیاست ها و چه نگاهی نسبت به سازوکارهای توزیعی و تخصیصی در جامعه مطرح می کنند. گروهی همونطور که مستحضر هستید، گروهی معتقد به اداره متمرکز جامعه و تخصیص منابع از سوی یک گروه متمرکز و در واقع برنامه‌ریزی متمرکز هستند. یه گروه دیگه ای هم در طیف مقابل معتقد هستن که همه چیز رو باید سپرد به دست بازار. اتفاقی که در دهه 80 به بعد روی داد توی دنیا و با حضور آدمایی مثل تاچر و ریگان در بریتانیا و در امریکا، نوع نگاه به مدیریت اقتصاد کاملا تغییر کرد. تا این موقع عمدتاً نقش دولت هاست در مدیریت جامعه که تخصیص منابع رو شکل میده. از اینجا به بعد عمدتاً تأکید میشود بر سازوکارهای بازار و اینکه ما همه چیز رو باید بسپاریم به دست عرضه و تقاضا و جایی که بازار کار میکنه دولت نباید کار کنه. حالا اینجا اون وقت سوال این مطرح می شود که اینا چه حوزه هایی هستن که بازار کار میکنه و آیا این سازوکار یک سازوکار جهانی یونیورسال همه جا قابل اعماله؟ عملکرد کشورهای به اصطلاح صنعتی غربی و مواجهه اونها با پدیده های مثل بحران های جهانی
همزمان مصادف می شود با الگوهای دیگری در شرق آسیا و ما شاهد این هستیم که نوع عملکرد این اقتصادها کاملا با هم متفاوته، اگرچه هر دو اینها به اسم اقتصاد بازار عمل می کنند و توفیقاتی که اقتصادهای جنوب شرق آسیا به دست آوردن در مواجهه با بحران‌های جهانی، حکایت از این داره که نقش دولت‌ها به عنوان در واقع تنظیم کننده فرایندها در اقتصاد، نه صرفاً مداخله‌گر، نقش بسیار تعیین کننده در رشد و رشد اقتصادی در این کشورها بوده. بسیار از این کشورها برای شکل بخشی به یک اقتصاد عادلانه تر توزیع ثروت رو از توزیع ثروت شروع کردن. بسیاری از اینها فرصت‌های برابر رو مثل انجام اصلاحات ارزی در کشور مثل در کره، در بسیاری از این کشورهای شرق آسیا، اینها با اصلاحات ارزی فرصت‌های برابری رو سعی کردن برای گروه‌های مختلف و به خصوص گروه اقشار پایین جامعه فراهم کنند. فراهم کردن ظرفیت‌هایی مثل که اینها می‌تواند فرصت‌های برابر رو برای همه فراهم کنه توسط دولت، مثل آموزش و پرورش، مثل خدمات سلامت، اینها امکانات جدیدی رو برای بخش‌های مختلفی از جامعه فراهم کرد که فرصت‌های رشد رو و مشارکت آحاد مختلف جامعه رو فراهم کرد. از این رو امروز ما با یک پدیده دیگری یا با عنوان دیگری تحت عنوان رشد فراگیر روبرو هستیم. این رشد فراگیر به این معنا که همه آحاد جامعه بتوانند در تولید محصول اجتماعیش مشارکت کنند و هر کس سهم متناسب خودش رو برداره، اما این باید ظرفیت‌های کافی در اون ایجاد شده باشه. به این ترتیب اگر یک کسی توی خانواده فقیر به دنیا میاد، نباید به دلیل فقرش از دسترسی به این ظرفیت‌های برابرساز محروم بشه. اتفاقی که در ایران بعد از جنگ رخ داد و ما شاهد این هستیم که سیاست‌هایی به نام تعدیل ساختاری انجام شد. اولین جاهایی که بیش از هر جای آسیب خورد آموزش و پرورش و بهداشت، یعنی اون جاهایی که ظرفیت‌های برابرساز و زمین ساز برای فرصت‌های برابر رو برای آحاد جامعه به خصوص گروه های پایین جامعه فراهم میکنه. تو صحبت های از سالی چند نکته هست که من ذکر میکنم از باب مرور بس. خب اولین تمایزی که معتقد هستید که ممکنه در بین اقتصاددان کشور ما وجود داشته باشه ناشی از اون تلقی و تعریفی است که از انسان دارن و هدف انسان. من باز مفروض میگیرم که تو این قضیه شما ممکنه مثل خیلی از اقتصاددانهای دیگه فکر بکنید، اما با توصیف شما فرض رو میگیرم که ممکنه برخی از اقتصاددانها در کشور ما باشن که از انسان تعریف دیگه‌ای داشته باشن، شاید منطبق با همون مدلی که از داروینیسم اجتماعی شما ذکر کردید. نکته دومی که اشاره فرمودید این که شما باور دارید، ممکنه خیلی دیگه این باور رو نداشته باشن، که بدون مداخله دولت با عنوان یک ساختار فراگیری که میتونه سیاست ها رو تعیین بکنه، ما امکان رسیدن به بسیاری از این آرمان ها و اهدافی که تعیین کردیم رو در اختیار نخواهیم داشت. جریان رسیدن به عدالت یا کرامت یا شغل مطلوب، شغل خوب شایسته به عنوان یک جریان خود به خودی در جامعه محقق نخواهد شد، مگر اینکه ساختارهایی مثل دولت مداخله بکنن و سیاست‌ها رو رقم بزنن. این هم میتواند یک مرز شما با برخی از اقتصاددانهای دیگه باشه. نکته سوم تو حوزه باز توزیع ثروتی که در سطح ملی فراهم میشه، شما معتقد هستید که بایستی مداخله کرد و بایستی در توزیع ثروت نمونه‌هایی از اون الگوهایی که باز تو سرمایه‌داری است، اما سرمایه‌داری تعدیل شده است، سرمایه‌داری لجام گسیخته اولیه نیست، اونها رو مبنا قرار داد و با این فرض که ارزش افزوده ملی که ایجاد میشه بخشش
بایستی به رفاه مردم، حداقل های زندگی مردم، همه مردم تخصیص پیدا بکنه، به این بازتوزی اعتقاد داریم. اما این اشکالاتی رو که ممکنه جریانات دیگه مطرح بکنن، یکیش اینه که دولت‌ها تجربه موفقی از این مداخلات رو از خودشون بروز ندادن، به خصوص در کشور ما ایران. یا ممکنه بگن اتفاقا نقص بزرگ توسعه یافته در کشور ما اینه که ما یک طبقه سرمایه‌دار ملی که الغاهای به منافع ملی و سرزمین ایران داشته باشه رو فراهم نکردیم. اگر با چنین پرسش‌هایی شما مواجه بشید چه پاسخی ارائه می‌کنید؟ اولا ببینید، نکته قابل توجه این است که من برمیگردم باز به فلاسفه سیاسی که متعلق به نهله‌های فردگرایی و سرمایه‌داری هستند. از اونها نقل میکنم که همین آقای جان رالز که یکی از بزرگترین فیلسوفای قرن بیستم بوده، نکته رو که مطرح میکنه این است که در واقع که باز برمیگرده به اون نوع نگاه نسبت به انسان که ما همه بر این اتفاق داریم و او هم متأثر از کانت که انسان نمیتواند وسیله باشه، انسان خودش هدفه، غایت. بنابراین ما باید که در این رابطه اگر که هر وسیله ای که بخواهد انسان رو تبدیل به ابزار بکنه، این محکومه. مخ رالز در این رابطه مطرح میکنه که خب با توجه به نابرابری های ساختاری که در یک جامعه وجود داره، اگر یک کسی بدون اراده خودش توی خانواده فقیر به دنیا بیاد، یا توی جامعه ای که تبعیض‌ها ساختاری شده به وجود بیاد، و ممکنه یک کسی توی خانواده متعلق به دین به اصطلاح محجور در اون جامعه به دنیا بیاد، یا یک کسی به خاطر اینکه رنگ پوستش به نحویست در واقع توی جامعه نژاد پرست به دنیا بیاد، اینا نبایستی به خاطر اتفاقی که اونها درش هیچ مداخله‌ای نداشتن آسیب بخورن و نبایست به خاطر این تنبیه بشن. به همین دلیل هست که اون وقت نقش دولت خیلی تعیین کننده است. از جمله کسی که تو خانواده فقیر به دنیا میاد، این خود به خود فقیر خواهد بود مگر اینکه دولت مداخله کنه و این نابرابری‌های ساختاری رو تصحیح کنه. کار دولت این نیستش که بیاد کارخونه داری کنه. کار دولت این است که فرآیندها رو به نحوی فراهم کنه که اتفاقا بخش خصوصی بیاد شرکت کنه. اون چیزی که ما باهاش مخالفیم این است که دولت‌ها در به لحاظ تاریخی در ایران فرصت‌ها رو برای فعالیت‌های نامولد رشد دادن. علت چه این استش که اقتصاد ایران علائم ساختاری که در اون وجود داره، یعنی مثلا یکی از اونها قیمت‌ها هست، بله، اینها به فعالیت‌های نامولد پاداش میدن. یعنی نظام پاداشدهی و نظام مشوق‌ها در جامعه ما یکی از عوامل اصلی است که تخصیص غلط منابع رو رقم میزنه. و به همین دلیل هستش که کسانی که خرید و فروش زمین میکنن، یعنی یه فعالیت نامولده، این چیزی تولید نمیکنه، فقط به دلیل نفوذ و قواعد بهره برداری از زمین رو تنظیم میکنه و قیمت زمین تعریف میشه. بنابراین این اون کسی که قیمت زمین رو تعریف میکنه از یک جا به جای دیگری میتونه خیلی متفاوت باشه، قانونگذاره. و این قانونگذار اگر که در اختیار صاحب سرمایه قرار بگیره، اون وقت میتونه قوانینی رو تنظیم کنه که به نابرابری ها دامن بزنه به جای اینکه این نابرابری ها رو کم کنه. مشکل ما مشکل تاریخی هم هست و اون این هستش که ما شاهد شکل‌گیری یه طبقه از صاحبان سرمایه‌های تجاری
و درآمدهای ناشی از واردات کالاهای مصرفی و لوکس بوده. اینا اصلی ترین کسانی هستن که درآمدها رو درآمدهای بزرگ رو به دست آوردن و بعد طبقه هایی رو ساختن که از نسلی به نسل دیگر این طبقات طبقات پرنفوذی بودن در جامعه و روی دولت ها و نظام تصمیم گیری تصمیمات اساسی تأثیر داشتن. به عنوان مثال ما ببینیم که وقتی که دولت 11 سر کار میاد 1393 فروردین اردیبهشت 93 لایحه میبرن به مجلس تحت عنوان مالیات بر عواید حاصل از سرمایه. این لایحه در مجلس رد میشه. این لایحه قرار بوده است که به عنوان مثال یکی از مصادیقش از درآمدهای بسیار بزرگی که تو ساخت و ساز و سوداگری مسکن و مستغلات در کشور حاصل میشد مالیات بگیره. این تو مجلس رد میشه. به نظر من علتش این استش که مجلس سخنگوی مردم نیست، سخنگوی صاحبان سرمایه های تجاریه و به همین دلیل اون رأی نمیاره. هیچ کس مایل نیست مالیات بپردازه و بنابراین به اسامی مختلف این لایحه رد میشه. عرض من این است که نظام تصمیم گیری های اساسی اصلی ترین مسئول همه مشکلات جامعه ما هست و این مسئله مشکلات تاریخی است. اینکه چه کسانی ارز رو توزیع میکنن، اینکه نرخ بهره بانکی باید چی باشه، اینکه تسهیلات بانکی اعتبارات رو باید به چه کسانی داد، اینکه قواعد مالیات ستانی باید که از چه کسانی مالیات بگیریم، به چه میزان بگیریم، اینکه عرض کنم نرخ ارز باید که به چه میزان تعیین میشه، اینا رو هیچ کدومشون گروه های پایین جامعه تعیین نمی کنن. اینا همه کسانی که توی قدرت هستن و در نظام تصمیم گیری هستن تعیین می کنن. بحث ما بر این استش که آیا اینها نمایندگی می کنن منافع عموم مردم رو یا منافع گروه های خاصی رو. سوابق تاریخی نشان میدهد که گروه های خاص و صاحب سرمایه و اونم سرمایه های تجاری و نه سرمایه های تولیدی و صنعتی، اینها نقش خیلی تعیین کننده ای در شکل بخشی و سیاست های بخش عمومی دارن. اونچه که ما مدافعش هستیم تولید صنعتیه. این تولید صنعتیه که میتواند شغل ایجاد کنه و تجارتی که در خدمت این تولید صنعتی نباشه تا حدود قابل توجهی محکومه. این همون اون وقت سوداگری در واقع تجاری خواهد شد که با واردات و تغییر در نرخ‌های مالیاتی و تعرفه‌ها سودهای بسیار بزرگی به دست میاره به زیان عموم مردم. و بعد تو این فرایندها ما شاهد شکل‌گیری ساختارهای فساد در جامعه یا فساد ساختاری در جامعه خواهیم بود، به نحوی که این افراد میتوانند که هر کسی رو توی نظام تصمیم‌گیری بخرن، پول بپردازن و رأی اونها رو بخرن. و این البته مشکلی است که همه جای دنیا باهاش گریبان گیره، همه جا هست، ولی ما میبینیم که در بعضی کشورها این مثلا نشانه ها ضعیفتره، در بعضی کشورها خیلی قویتره. کشورهایی که در اون نابرابری ها کمتره امکان شنیدن صدای گروه های پایین جامعه بیشتره. ما خودمون شاهد این هستیم که بعد از جنگ نابرابری در ایران به شدت افزایش پیدا کرده، ولو اینکه آمار و ارقام حتی چیز دیگری رو گواه باشه، گویی اینکه مطالعات خود ما نشان میدهد که نابرابری به شدت در جامعه ما افزایش پیدا کرده، فرصت‌های رشد از یک گروه‌های بزرگی از جامعه گرفته شده و به همین دلیل هستش که ناامنی حاصل شده. یعنی محصول نابرابری های گسترده احساس ناامنی در طیف وسیعی از جامعه است و وقتی که انسان ها احساس ناامنی میکنن، ناامنی ناشی از فقر، اینها به سهولت و راه حل دیگری هم پیدا نمیکنن، به سهولت خودشون رو میفروشن یا رأیشون رو میفروشن، چیزی که الان به سهولت در انتخابات مجلس در کشور ما بسیار جاریه، یا اینکه تنشون رو میفروشن که متاسفانه به صورت تنفروشی کلی و یا جزئی که افراد کلیهشون رو بفروشن یا بعضی از عرض کنم که اعضای بدنشون رو بفروشن برای اینکه زندگی کنن. و این جامعه بسیار خطرناکه، برای اینکه این افرادی که احساس ناامنی کردن در اثر این ناوری های بزرگ، اینا به سهولت
استثمار میشن و اون با روح اصلی حفظ عزت و کرامت انسان ها تفاوت های خیلی فاحشی داره. بنابراین نوع رویکرد ما به این که ما چه گروهی رو گروه هدفمون قرار میدیم تو سیاست گذاری ها میتونه خیلی متفاوت باشه. چیزی که اتفاقی که افتاد بعد از جنگ، وعده هایی که گروه هایی در سیاست گذاری اقتصادی در کشور و سیاست های تعدیل اقتصادی در کشور دادن، تقریبا هیچ کدومش محقق نشد. اینا گفتن که ارز رو قیمتش بسپاریم به دست بازار و افزایش بدیم، ارز از 7 تومن به 9000 تومن رسید، اما هیچ کدام از اون وعده هایی که اونها میدادن، ایجاد شغل، گسترش صادرات، عرض کنم که رشد اشتغالی، هیچ کدوم اینا تحقق پیدا نکرد و اتفاقا وضع بدتر شد، نابرابری ها بیشتر شد، فرار سرمایه از کشور بیشتر شد. باید اون چی که ما برش تاکید داریم این است که تفاوت هایی بین جوامع وجود داره. ضمناً اقتصاد بدون سیاست، بدون توجه به عوامل اجتماعی، عملا اون کارکرد لازم رو نداره. سیاست های بحث اداره جامعه فقط نمیتواند با تئوری های کتاب های درسی اداره بشه و این متاسفانه به دلیل بی تجربگی بخش قابل توجهی از سیاست گذارای اقتصادی بعد از جنگ. اما این تفکر سیاست های تعدیل ساختاری در کشور شکل گرفت و رشد کرد و بعد متاسفانه به دلیل اینکه افرادی که در قدرت بودن اصلی ترین منتفعین این سیاست ها بودن، صرف نظر از اینکه حالا چه دولتی سر کار هست، همه دولت ها بعد از جنگ این سیاست ها رو دنبال کردن، چون که این سیاست ها حافظ منافع در واقع گروه های درون قدرت بوده. آیه رفعبادی، بحث خیلی جدی و متفاوتی شدید در انتهای صحبت. البته تو نوشته های اخیر شما هم این بحث ها سریع‌تر بیان شده. من برای شروع این سلسله بحث هایی که با شما خواهیم داشت تا اینجا رو اجازه بدید که نگه داریم و انشالله اون بخش هایی که مربوط به اون طبقه جدیدی است که در جامعه ایران به خصوص شکل گرفته که از قدرت منتفع میشه و از ثروت های رانتی بهره مند میشه و خیلی چیزای دیگه رو بذاریم، ان شاء الله جلسه دیگه. ان شاء الله. متشکرم از شما. ممنونم.